کدام حیوانات دیدی در باغ وحش که آمدی؟ شیر دیدم. شیر نترسیدی؟ نه. خارجی ها که وقتی وارد افغانستان می شدن، اولین مکانی که بازدید می کردن، می خواستن حیوانات و پرنده و خزنده افغانستان رو ببینن، باغ وحش کابل بود. بعضی چیزایی که واقعا با کتاب ها دیدن، او تصاویرشون رو دیدن تا اینجا زنده و ببینن و یک درس عملی براشون بخشن. اول آدم استرس دارد، می ترسه، خب باز عادت شده، مالیام امرای ما عادت است. نام خداوند بخشاینده مهربان. بینندای عزیز، السلام علیکم. امیدوارم هر جایی که هستین شاد و سر حال باشین. باغ وحش کابل یکی از تفریحگاه های پایتخت کشور است که طبیعتی زیبایی دارد. این تفریحگاه شناخته شده به خاطر قرار گرفتن در میان کوه ها و نزدیکی دریای کابل، طبیعتی منحصر به فردی دارد. این باغ از بد و تأسیس تا کنون مانند سایر داشته های تاریخی و فرهنگی این کشور از گزند روزگار در امان نمانده و فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است. گاهی در بی‌توجهی کامل قرار گرفته و زمان هم با بهسازی، سرسبزی و زیبایی آن توجه جدی صورت گرفته. این باغ به خاطر نگهداری حیوانات وحشی و اهلی تأسیس شده که در گذر زمان حیوانات مختلف و پرندگان گوناگون در آن نگهداری می شده است. برنامه امروز ما در مورد این است که وضعیت فعلی این باغ چطور است و کدام حیوانات در آن نگهداری می شود. از شما دعوت می کنم تا آخر بیننده برنامه ما باشید. وطن است د وجود بدر ملنا کو ست جوړونا کو ست بسات. السلام علیکم برادر، خوب هستین؟ سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه محترم. سلامت باشین، بخیر باشین. خدا معرفی بکنیم به بیننده. سید جعفر جعفری هستم، مدیر مکتب هدف از ناحیه ششم شهر کابل. امی شاگردارم شما اونجا آوردین؟ بله، به همکاری والدین خواستیم برای اونا رضایت نامه بفرستیم. رضایت نامه فرستادیم، اینا امضا کردن، موتر انتخاب کردیم، آوردیم تا یکی از این محیط انشالله که اینا آگاه شوند و بعضی چیزایی را که واقعا با کتاب ها دیدن، او تصاویرشون را دیدن تا اینجا زنده او را ببینن و یک درس عملی براشون بخیر شوند. سیر علمی است. سیر علمی و تفریحی. خب بله، سیر علمی هم میشه، براشون تفریحی هم میشه. حدود یک ماه و چهار روز میشه درس خواندن، اینجا هم تفریحی میشن هم علمی میشه بخیر. چقدر تاثیر داره بر روان کودک یا شاگردان مکتب آوردن اینا در چنین مکانهای تفریحی؟ محترم سوال خوبی کردین. واقعیتش صحنه عملی جایگاهی است که درس از ذهن شاگرد هیچ بیرون نمیره. من فکر میکنم امشب که اینا بگن به خانهشان، اول به خانهشان قصه میکنن، هر روزی که اینا کلای کتابایشان از صفحه کتابایشان باز کنن، یک دفعه میشه که ما باغ وحش دیدم. من فکر میکنم که اینا در امتحان ماهانه‌شان هم نسبت به ماه گذشته این ماه شاید خوب بدرخشه، به دلیل چیزایی که با کتابشان بودن اینجا عملی دیدن. من فکر میکنم شاید یک تأثیری داشته باشه که حتی والدین بعد از این تقاضا کنه فرزند ما را سال یک بار حتما اینجا ببرن. چطور دیدین وضعیت باغ، وضعیت تفریحگاه را شما چطور ارزیابی کردین؟ واقعیتش جا داره که از دولت امارت اسلامی سپاسگزاری کنیم و خصوصا از ریاست ای باغ وحش استعلام کردیم. بسیار با میل و انگیزه خوب بر ما جواب دادن که ما در خدمت هستیم، هیچ هزینه ای هم نمیگیریم.
و ما قبال این مسئولیت دادم که برای شما آگاهی بیتیم و سپاسگزار هستیم از صفاکارا اینجا. واقعا محیط پاک، منظم، خوشهوا و بخشی که اینجا مدیریت اطلاعاتشان بودن، بسیار اطلاعات خوبی دادن برای شاگردان. واقعا خوشبخت هستیم به چنین سرزمینی تولد شدیم و چنین محیط مهیا شده که ما بتونیم از اینا استفاده خوبی بکنیم. و یک فقط توقعی که در آینده داریم که این محیط از این قدر هم بالاتر باید جایگاه داشته باشه. و خیر، باغ وحش کابل هم یکی از جاهایی است که مربوط شاروالی کابل میشه. شاروالی هم در قسمت سرسبزی در همه بخشای این باغ توجه جدی داره. شما توجه فعالیت و کارکردهای شاروالی کابل چطور میبینین؟ شاروالی کابل واقعتش مدت دو سال بالاتر چی بگم، بسیار برنامه های خوبی داشته. ما حتی به سرک میبرایم، سرک بسیار صفا هست. حالا آمدیم در این محیط که ما آمدیم، صبح دیدیم که امی جای پدر ما باشه، بیادر ما باشن، با لباس های منظم در حالت پاککاری هستند. و حتی متوجه شد که ما از این مسیر تیر میشیم، بیچارا کارشان توقف دادن تا یک خاکباتی بالای ما نشوند. و اونجا متوجه هم شدم واقعا کمی دسته جاروی ازی به یک اندازی منظمی جور شده، آدم احساس میکنه که چقدر مسئولیت پذیر هستن اینا. ولی از لحاظ ای که بخیر وطن ما آباد شوه، ما هم دست میتیم با شاروالی هم دست شویم. حتی قبول کنین پیشتر ما یک شاگرد متوجه شدم که یک پوشک پاپوی خود برد به سطل اشغالی انداخت. به فکر رفتیدم که چقدر تاثیرگذار است کسایی که توصیه میکنن. پس ما هم به خانواده توصیه کنیم همکار خوبی با شاروالی بخیر باشیم. ممنون از شما، سپاس. سپاسگزار از شما هم، از توجهتون هم. سلامت باشید. درکو تا تهر تا درکو در تا یوجمن وطنا در سر اجمن. بینندای عزیز، تعداد زیادی از شاگردان یکی از مکاتب خصوصی در اینجا آمدن به خاطر سیر علمی. از اینا نظرشان می داشته باشیم که کدام حیوانات دیدن و همینطور وضعیت این باغ چطور بود به نظرشان؟ سلام علیک برادر، خوب هستی؟ خوب هستی جان جیر. سلامت باشی، خود معرفی بکو به بینندا. نسیم مجیب رحمان است، یکی از مکتب خصوصی هدف و شاگرد است. مالسه سنف چند هستی؟ سنف هشتم. چندم نمره هستی؟ اول نمره. ماشاءالله، خوب با استعداد هستی. خیلی چطور بود؟ کدام حیوانات دیدی در این باغ که آمدی؟ دیگه حیوانات اهلیل دیدیم، وحشی مثل شیر، پلنگ، گوسپن، چیزا رو دیدیم. بر ما خوش گذشت. تشکر از مکتب ما که ما رو اینجا آوردک. اما حیواناتی که در صفحات کتابتان دیده بودین، حیوانات واقعا همونطور بود یا تغییر داشتن؟ نه بله، می رقم بودک. ما بسیار خرسند شدیم که در اینجا آمدیم، ما رو دیدیم و ما بسیار خوش گذشتک. و هم فهمیدیم که در باغوش کابل همچین حیوانات هستک. دفعه اول تا است که اینجا آمدی حیوانات میبینی یا قبلا هم آمده بودی؟ قبلا هم آمده بودم. کد خانواده هم این گوش کرده بود، کد مکتب آمدم. چی تفاوت داره که کد خانواده آمدی حالی که دوستایی دیگه آمدی؟ کدام تفاوت احساس کردی؟ نه امروز خوب گذشتک. خوش دوستایی بودی؟ بله ها، کد دوستا بهتر سمیتر خوب گذشتک. با استادای محترم و خوب گذشت، ما راه نمایی کرد که این حیوانات این قسم هستن. تشکر از استادای ما بسیار زیاد. خوب، چی تو بود؟ فضای باغ پاک و منظم بود؟ بله یا، بسیار تشکر است. کسایی که در باغوش کار میکنند، در ایسه پاک و این منظم سازی باغوش بسیار پاک بودک. ما بسیار خوشحال شدیم که پاک بودک، مرداری نبودک، بسیار اینجا پاک بودک. ایجای مرداری نبودک، در ایجایش خوبتر بودک، پاک. تشکر. زنده باش. وطن است د وجود بدر. سلام علیکم، خوب هستی؟ بله. نام چیز؟ نام پریسا. پریسا چند سال هستی؟ 7 ساله. نه مگم خورده هستی؟ 7 ساله نیستی هم؟ هستم. چرا دندان نفتیده؟ چیز دیگه. سنفی چند هستی؟ سنف دو. چند نمره هستی؟ چند نمره؟ اول نمره. چهار نمره. اول نمره چی رقم؟ اول نمره هستی یا چهار نمره؟ اول نمره. ماشاءالله. کدام حیوانات دیدی در این باغ وحش که آمدی؟ شیر دیدم، دیگه فیل مرغ دیدم،
شیر دیدم. شیر نترسیدی؟ نه. و چطور از برخورد استادایتان؟ صمیمی است همراهتان یا نه؟ بله. خب معرفی کردن شعر چطور معرفی کردن؟ خوش اما تو بدلت معرفی کرد یا نه؟ بله. تشکر از شما. زنده باشید. داد وجود بدر ملنا کو وطن است داد وجود بدر ملنا کو. بینندای عزیز، ما عزیز گل ثاقب رئیس باغ وحش کابل با خود داریم. از اینا در مورد وضعیت این باغ و همینطور پلان ها و برنامه هایشان در قبال این باغ، البته پلان ها و برنامه های آینده شان میپرسیم. السلام علیکم جناب رئیس. خوب هستین؟ سلام و رحمت الله، بسیار خوش آمدین. سلامت باشین. در مورد وضعیت باغ بگین که چطور در چند سال کدام تغییری آمده؟ باغ وحش کابل منحیث یک موسسه علمی تحقیقاتی و تفریحگاه جالب و دیدنی به سطح کشور است که در سال 1346 از طرف خانواده شاهی تأسیس شده. البته بنابر اهمیت و به مدت 5 سال پسر شاه مرحوم هم در اینجا به صفت رئیس مسئولیت داشته. یکی از باغای خوب منطقه به شمار می رفت، تقریبا 92 نوع حیوان و پرنده و خزنده که تعداد مجموعیشان به 700 می رسید در اینجا نگهداری می شد و هم مردم خود ما علاقه مندی ازی بودند که کابل می آمدن حتما از باغ دیدن می کردن و هم خارجی ها که وقتی وارد افغانستان می شدن اولین مکانی که بازدید می کردن می خواستن حیوانات و پرنده و خزنده افغانستان ببینه باغ وحش کابل بود. متاسفانه و بدبختانه که در جنگ های داخلی دهه 90 در اینجا بین احزاب گروه های جهادی که جنگ جریان داشت، باغ وحش کابل مکملا به یک مخروبه مبدل گردید و هیچ چیز از آثار سابقه نمان، حیواناتش تلف شد، تعمیراتش تخریب شد و با آمدن حکومت انتقالی بازکار بازسازی از این از صفر شروع شد و تا حال الحمدلله پیشرفت های خوبی داشتیم. بر علاوه از اینکه باغ وحش بازسازی شد، نوسازی شد، تا پل آرتل انکشاف پیدا کرد که پارک شهر هم جزء زمین و جایداد ملکیت باغ وحش کابل است و او را به یک بخش به اجاره دادیم تا یک مدتی و تقریبا فعلا 100 نوع حیوان و پرنده و خزنده که تعداد مجموعیشان به 600 میرسد نگهداری میشه. عضویت سازار که سازمان همکاری منطقوی کشورهای جنوبی آسیا است هم عضویتش داریم و عضویت وازا که عضویت باغای وحش بین المللی است او را به باغ وحش کابل داریم. روابط بسیار خوبی بین المللی داریم، خصوصا روابط خوب کاری با باغ وحش لندن و باغ وحش نورت کارولینای امریکا داریم که روزمره با ایشان تبادل معلومات علمی و تحقیقاتی میکنیم. سالانه در حدود 1 میلیون تماشاچی باغ وحش کابل داشته خوشبختانه و سال به سال شما میبینید که زیبایی های از این باغ زیاد شده میره و امسال در سال جاری برنامه‌ای که روی دست داریم زیباسازی باغ وحش فعلی است، انکشاف قفس ها است، انکشاف سرسبزی باغ است و از همه مهم و مهمی است که ما در ماستر پلان شهری 105 جریب زمین در عقب دریای کابل، در عقب دریای باغ وحش کابل فعلا داریم و پلان املاکی از او توسط تیم های تکنیکی شهرولی محترم کابل تکمیل شده و به فیصله نهایی بالای میز شخص جناب شهروال صاحب رسیده. انشالله که برنامه استملاک از این آغاز میشه و میتونیم که باغ وحش انکشاف بتیم. بعد از اینکه باغ وحش انکشاف بتیم ما میتونیم انواع و اقسام حیوانات هم در اینجا زیاد بکنیم و علاقمندی از این باغ هم باز زیاد میشه و مردم هم شاید بیشتر بیاید، تماشاچی های ما هم زیاد شوه. دیگه چیزی که بسیار مهم است بر علاوه از اینکه ما تماشاچی زیاد داریم، ما سالانه در حدود 1 لک، بالاتر از 1 لک اطفال کودکستان، شاگردان مکاتب، محصلین که در اینجا به غرض سیر علمی نوشتن مونوگراف تحقیق میان با اونا رایگان کمک میشه و دروازه باغ بروی همه از اونا باز است و بر علاوه از اینکه در مورد حیات وحش با ایشان کمک میکنیم، فرهنگ شهری را نیز برشان ترویج میکنیم و خوب است اطفال نازنین که در اینجا می یک مفکوره فرهنگ شهری، البته که در شهر کابل زندگی میکنی، از پارک و از سرک و از
تاسیساتی که از طرف شورولی کابل ساخته می شود چطور حمایت بکنه و مواظبت و مراقبت بکنه، اینا را هم برشان شکل علمی می آموزانیم. اما نگفتین رئیس، هنوز هم دیده میشه بعضی از حیوانات مثل فیل فعلا هنوز هم در باغ وجود نداره، دلیلش شما در چی میبینین؟ خب اگر شما باغوش های بسیار پیشرفته را ببینین، کل انواع حیوانات در باغ نگهداری کرده نمیتونه. اما مش نمونه خروار است، ما به خاطر فیل هم تلاش کردیم، اما در مجموع ما چون باغوش کابل عضویت بین المللی داره، مطابق رهنمودی از اونا ما کارهای خود پیش میبریم. در کنفرانس یک کمی تاکید شد که شما دیگه فیلا را در باغوش ها نگهداری نکنید چون نسلشان کم است، و ما بازم کوشش کردیم، با کشور هندوستان تماس گرفتیم، همین موضوعات رسمیات اگر شروع شود کوشش میکنیم که یک جوره فیل به باغوش کابل باید داشته باشیم. در مورد امی جغرافیای فعلی باغوش بگین رئیس، امی جایگاه فعلیش مناسب است به خاطر که در اطراف از سرک است و خاک است و آلودگی صوتی هم است، باز برای حیوانات مشکل ایجاد نمیکنه از دید شما؟ خب هر جغرافیایی که به خاطر تاسیس باغوش ایجاد میشه از طرف علمای ساینس او زمین معاینه میشه، تعیین میشه که قبلا در اینجا جرمنا و متخصصین افغانی به این فیصله رسیده بود که ساحه ساحه مناسب است، و ما در مقابل آلودگی صوتی و فضا اگر شما متوجه باشین اطراف باغ بسیار سرسبز ساختیم، بسیار جنگل ساختیم، و باغوش اگر مطابق پلانش انکشاف بکنه مشکل نیست. اکثریت باغوش ها در دنیا در جای مزدحم است چون حیثیت تاریخی خود حفظ میکنه، و این تقریبا 56-57 ساله باغوش است و موقعیت ازی فعلا مناسب است، میتونه همشهریای عزیز هر وقت به این رسیدگی بتونه. او مسئولیت ماست که ما چطور از لحاظ اکولوژیکی برای حیوانات خود در داخل قفس سرسبزی مثلا اون طبیعت قسمی بسازیم که اونا احساسی از این را نکنه که در جنگل است یا در قفس. سپاس از شما رئیس. خیر و سلامت باشید. جناب رئیس صاحب معلومات بسیار مفصل در مورد این باغ ارائه کردند که جای هیچ پرسشی دیگر باقی نماند. تدا نڑی لشاروش کلی کوه وادا. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ سلام جور است، بخیر جان جور. سلامت باشین، خدا معرفی بکنیم ببینین. قدرت الله هستم، کارمند باغوش، پرستار شیر سفید. چند تا شیر است که خودت گفتی پرستار شیر سفید هستین؟ سه دانه شیر است. رنگش فرق میکنه باز؟ ولی ها فرق میکنه، دو تاش سفید است، یک تاش سرخ و سیاه است. خودت که همیشه با شیر سر و کار داری، باز ترس نداری از اینا؟ ولی صاحب عادت شدیم دیگه، اول آدم استرس دارد میترسه، خب باز عادت شدیم، ولی هم امرای ما عادت است. روزی چند وعده غذا به اینا میدین؟ در 24 ساعت چند وعده غذا به اینا میدین؟ در 24 ساعت یک وعده، 4 بجه. در 24 ساعت یک بار غذا میدین؟ بله. چی میدین برش؟ گوشت گساله. چند کیلو گوشت میدین؟ 9 کیلو. با یک شیر 9 کیلو گوشت؟ بله 9 کیلو. بازی 9 کیلو گوشت برای یک وعده غذایی برشون کافی است؟ بله کافی است، کاملا کافی است. بازی شیر اگر مریض شما چی چاره میکنین؟ این شیر ما که مریض باشه باز ما اوجه وترنری داریم، دکتر هاست، باوا کلینیک است، کلینیک صحیح ایوانی، باوا اطلاع میتیم، باز با اونا میایه تداوی ازی را میکنم. داخلی باغ؟ بله ها. بیش بیهوش میسازیش و باز تداوی میکنم؟ بله صاحب، با دیگه حساب از باز که بیهوش چیزا میسازه. مسئولیت قفس هم با عهده خودت از قفس شیر، چی پیام داری، چی گفتنی داری به تماشاچی ها، کسایی که می شیر از پشت قفس تماشا میکنن، باید کدام نکات مراعات بکنن؟ نکات ما اینمی را مراعات کنم، هر جای لوه داره را نمایی میشن، به حساب لوه را بخوانن، سعی کنن، و دیگه بوتل و یعنی سنگ و چیز حیوانات ما را آزار نتن. حیوانات ما بسیار، ما امرای حیوانات خود محبت داریم. مهربان باشه باید. ولی ها مهربان باشه، سعی تماشا کنن برن. سلامت باشه برادر، تشکر. برای شما هم چه. وطن استا دا وجود بدر ملنا کو. باقی وحش کابل جدا از یکی از تفریگای بسیار
زیبای شهر کابل یا پایتخت کشور است، یک جای علمی هم است، به خاطری که شاگردان مکاتب، معسلین و کسایی که تحقیق میکنند در مورد حیوانات یک بار به اینجا سر میزنند و به معلوماتشان میافزایند. شهرولی کابل همونطوری که در سایر بخش ها توجه جدی داره، این باغ هم مربوط شهرولی کابل میشه که شهرولی کابل در قسمت سرسبزی و احداث و ساخت قفس های تازه برای حیوانات توجه زیادی کرده. البته باید بگویم که روزانه در این تفریحگاه صدها نفر به خاطر دیدن حیوانات می آیند و از دیدن حیوانات لذت می برند. بینندگان عزیز، این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد که در خدمت شما عزیزان قرار می گیرم، شما را به الله متعال می سپارم. موفق و سربلند باشید. بدر ملنا کو تجوڑ ونا کو.